سلام به دوستان عزیز. دوستان امروز میخوایم در مورد تئوری کوتاهی باهاتون صحبت کنم. اولین نکته‌ای که باید بدونین در مورد سطوح مختلف یک سر و نواحی مختلف یک سر. بچه‌ها خودمونی واسهتون توضیح بدم. یه سری که ما میخوایم کوتاه کنیم داخلش تپه داره، دره داره، یه قسمتای خیلی صافه، یه قسمتای میاد داخل گردی. جلوترین قسمت سر، از اینجا که دقت کنین، جلوترین قسمت سر رو بهش میگن فرونتال، وسط سر رو بهش میگن اپیکس و پشت سر رو بهش میگن کرون، تا قسمت اکسیپیتال بون، یه استخونی داخل جمجمه و سر هست، این قسمت اکسیپیتال بون، و از اونجا به پایین رو بهش میگن نیپ. اطراف سر رو، این قسمت رو هم که قسمت ساید هست و قسمت این دوتا قسمت، قسمت های بالا که سر از سطوح صاف آروم آروم میاد تو سطوح گرد، این دو قسمت رو خوب دقت کنیم، بهش میگن کانتور. چرا ما اینا رو باید بدونیم؟ چرا فرو رفتگی باید بدونیم؟ بیرون زدگی باید بدونیم؟ چون که بعدا به دردمون میخوره، جایی که فرو رفته رو باید از یه زاویه خاصی استفاده کنیم و داخلش رو با مو پر کنیم، فرو رفتگی ها رو پر کنیم و بیرون زدگی ها رو کمتر حجم بهش بدیم و مو روش بذاریم. میریم که ادامهش رو روی تخته واسهتون توضیح بدیم. دوستان ما واسه شکل‌های خیلی حجیم، یه خیلی حجیم یعنی حجم دار و کم حجم و بدون حجم، تقریبا واسه شکل‌های خیلی عظیم از تکنیک گرادیشن استفاده می‌کنیم. واسه کم حجم از تکنیک لیه و واسه بدون حجم تقریبا از تکنیک لاین استفاده می‌کنیم در کوتاهی زانویی. ما میتونیم که داخل شکلی که گفتم در قالب سر هم وزن زیادی داشته باشیم، هم اندازه زیادی و هم حجم زیادی داشته باشیم. میتونیم با تکنیک بیایم حجم رو از بین ببریم، وزن رو از بین ببریم و اندازه مو رو هم از بین ببریم. یه مبحث روی تخت واسهتون میکشم. میخوام الان در مورد سکشن ها توضیح بدیم. سکشن ها همون لایه های مو رو ما بهشون میگیم سکشن. اندازه یک سکشن چقدره؟ اندازه یک بند انگشت هست یا اندازه همون فاک خودمون هست؟ اینه یادتون باشه. چرا فاک رو نشون دادم؟ به خاطر اینکه اندازش توی ذهنتون بمونه. حالا ما یه سکشن عمودی داریم، یه سکشن افقی داریم و یه سکشن اوریب داریم که اون رو واسه تون توضیح میدم. دوستان ما یه سر رو، یه شکل طولی داره سر، یه شکل عرضی داره. دقت کنین، ببینین که الان شکل عرضی ما میشه همون سکشن های افقی و شکل طولی ما میشه سکشن های عمودی. ما باید یه سر رو سه بعدی تجسمش کنیم، یعنی تو سه تا بعد، از کنار، از جلو و از پشت، حتی از سقف سر هم اون رو تجسم کنیم. در کوتاهی های مردانه شکل سر دوستان در قالب سر هست. دقت کنید، شکل سر در قالب سر هست، ولی در کوتاهی های زنونه شکل سر در خارج سر هست. یعنی موی بلند میاد شکل رو در خارج سر واسمون میسازه. ما با سکشن های عمودی و افقی میایم پس شکل های طولی و عرضی سرمون رو میسازیم و با کوتاهی لایه به لایه به اون شکلی که نیاز داریم میرسیم. اندازه مو واسه این سبک کوتاهی حداقل باید اندازه یک بند انگشت باشه، کلن اندازه یه انگشت، حتی کوتاه‌تر هم میتونیم که اون واسمون سخت‌تر میشه. یعنی ما باید اندازه مومون اندازه یه انگشت به بالا باشه که ما بتونیم اون شکلی که میخوایم رو بسازیم. حرکتمون چه شکلی هست؟ ما میتونیم همزمان هم حرکت در طول سر داشته باشیم و هم در عرض سر داشته باشیم، جوری که موها کامل بیان دست هم و به
سمت عقب برن و یه تکچر و یه بافت خوشگلی به ما بده. ما حرکت به صورت اینکریز داریم، دیکریز داریم، یونیفرم و استیبل. یعنی چی؟ بعضی وقتا ما میتونیم یه الگویی داشته باشیم که ثابت باشه، ما سکشن یکمون رو به عنوان الگو داشته باشیم، سکشن دومون میاد همزمان اگه این دوتا با هم زده بشه، دقت کنید، اگه سکشن یک و سکشن دو با هم زده بشه، یعنی این سکشن کوتاه بشه و بعد سکشن دو رو با یک با هم بزنیم، به صورت یونیفرم میشه. اگه سکشن دو رو بکشونیم به سمت سکشن یک، موها به تدریج بلند میشه، یا همین رو برعکس داریم، موها به تدریج کوتاه میشه و یا شدت رو داریم، موها به شدت بلند میشه. پس داخل تئوری کوتاهی یه اینکریز داریم، دیکریز، یونیفرم و استیبل. اون بستگی داره ما الگو رو ثابت داشته باشیم، لایه دوم رو به سمت الگو بکشیم یا نه الگو و لایه دوم با هم زده بشه و یا کل لایه ها رو بکشونیم به سمت لایه اول. ما رو داخل یوتیوب و اینستاگرام سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که یه عالمه اطلاعات جدید و مفید در اختیارتون قرار میدم. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید.